به نام خداوند. بینندگان ارجمند سلام، وقتتان بخیر. به تماشای یک گزارش دیگر ما خوش آمدید. ما پل سرخ آمدیم و می خواهیم داخل یکی از مرکزهای فرهنگی بروم و امروز از اینجا بر شما گزارش تهیه بکنم. امید می برم مورد توجهتان قرار بگیره. مرکز فرهنگی پل سرخ که با ابتکار چند جوان ساخته شده و ایجاد شده، روزانه تعداد زیاد از شهروندان ما، خصوصا کسانی که قلم به دست هستند، اینا به این مرکز مراجعه می کنند، از کتابخانه استفاده می کنند، از قهوه خانه یا کافی که داره از اونجا استفاده می کنند و همچنان بعض وسایل به خاطر فروش اینجا گذاشته شده که یک تعداد کس ها می آیند، مثلا از نقاشی ها خریداری می کنند، کتاب خریداری می کنند و بعض وسایل تزئینی دیگه همچنان در اینجا پیدا میشه که از اینا وطندارا یا بازدید کنندگان یا مراجعین این مرکز خریداری میکنن و دوباره برمیگردن به طرف خانه های خود. در حالی که ناگفته نمانه، شما میفهمید رستوران ها یا قهوه خانه ها در شهر کابل خیلی زیاد ساخته شد، اما تفاوت این قهوه خانه یا این کافه به این معناست که تفاوت شمی است که در اینجا مردم اهل قلم و اهل کتاب بیشتر مراجعه می کنند، نویسنده ها بیشتر مراجعه می کنند، مسئول ها بیشتر مراجعه می کنند. در پهلوی از اینکه یک چیز برای خوردن است، یک چیز برای خریدن هم است. در پهلوی از اینکه یک چیز برای خریدن است، یک چیز برای دیدن است، برای مطالعه کردن است. به این که جزئیات بیشتر و یا تمام دار و ندار این گزارش را به گونه عملی و شما نشان بدهیم و ببینید که واقعا آنچه من میگم همونطور است یا نه. این هم قالین. قالینای بیشتر فکر میکنم وطنی است که میبینید که نقشه جهان و نقشه افغانستان و باینمی نقشه ها تزیین شده، آماده شده و مردمی که در اینجا مراجعه میکنن از این قالینا یا قالینچه ها همچنان میتونن که خریداری بکنن. نقطه نمونه که مالک شینمی آدم است، اونقدر آدم چی میگن؟ چی میگن؟ بخی یادم رفت کالما یک چیزی بگویم. آدم کارکن است. سلام. مانده نباشین. سلام. آرامیست ان شاء الله؟ قربانتان افغان سپ، وقتتان بخیر. سلامت باشین. من کم غیبتان نکردم، گفتم اینمی آدم رئیس است یا مسئول عمومی از امی مرکز فرهنگی پل سرخ است و جالب است که شما اینقدر گل دوست دارین که حتما دیگه کارمندم دارین، خوش شما کارتان آب میریزین سرش. خب نه تنها که گلا را من و کارهای صفایی و پاکاری را هم با کارمندای خود انجام میتونم. به می خاطر لاغر مانده. نمیشه دیگه، یعنی مثلا خب هر قدر میکنم نمیتونم. کار جوهر مردانگی. کار کنم و صادقانه کار میکنم در کنار کسایی که صفایی میکنن، من هم صفایی میکنم، حتی دستشویی میشونم گهگاه. پس ببینین دیگه. خب به ابتکار کیا ساخته شده این مرکز پل سرخ؟ قربان افغان صاحب، مرکز البته 3 ماه پیش من با جمع از دوستا و همکارا که به دیدنشان خاط رفتیم، خانم زرغونه ایدری، آقای زبیر رضوان و خانم فرناز صفا و جمع از دوستای دیگر خواستیم که نمیت یک مرکز در قلب پل سرخ به نام پل سرخ داشته باشیم و از این طریق مصدر خدمت برای مردم فقیر و بدبخت و جنگ دیده این کشور شویم. خیلی تشکر. من از ابتدا جا تاکید کردم بر دوستا، گفتم تفاوت اینجا قسم است که در اینجا هم میتونین چای بنوشین، مثلا کافی بنوشین، یک دو تا کیک بخورین، هم شکمتون را سیر کنین، هم مطالعه بکنین، هم به خاطر تزیین خانه‌تون یک چیز بخرین و هم بعض وسایل دیگه است که تا هنوز شاید منافع. حتی موسیقی ما داریم اینجا. بله، میتونن که اینجا بیاموزن موسیقی، نقاشی، خطاطی و نویسندگی. برای ویژگی که از این چیزا میتونن مستفید شون، بخرن یا
اگر ضرورت داشته باشه ضرورتشون اینجا رفع میشه و حتی میتونن بیاموزن. بله بله دقیقاً. ما اینجا یک بخش صنایع دستی داریم، یک کافه خرد در کنارش داریم. این کافه هست. بله بله. فروشگاه کتاب داریم، وسایل تزئینی داریم، گل فروشی داریم، نقاشی داریم، دیگه آموزشگاه موسیقی و چند بخش دیگه هم هست. شکر. از این سر شروع میکنیم. یا بریم و بر ما معرفی بکنین که گپ از چه قرار است. سلام خانم زرغونه ایداری، یکی از بنیانگذارای مرکز فرهنگی پل سرخ است و همچنان مسئول امی کافه هستن؟ کافه هم به عهده دارن. در کل دارن گپ بزنن؟ بله بله دیگه. بازم سلام. سلام. ارچند شما را معرفی کردن گفتن زرغونه ایداری؟ بله دارم. مسئول امی کافه هستن؟ در کل بگویم مسئول جواب مسئول کافه هم هستم. باز گفتن که رئیس هم هست. یک کمی لطف از اون هست یا واقعا؟ نه واقعا. خب بسیار خب، حدودا چند نفر میتونه همزمان اینجا بشینن و بنوشن و بخورن؟ حدودا یک 40-50 نفر میتونن در حیات و داخل کافه بشینن و بخورن و بنوشن. سر میزم شما هست؟ اینجا مستم. این کارا کمتر در افغانستان تجربه شده؟ دقیقا. و امی مردکه خدا رین دیگه؟ نه مردکه ندارم. مردکه نه. خب خانواده خوب به شما اجازه دادن؟ فامیل بله. چیزی نمیگن؟ ممانعت وجود نداره؟ خواهرم برادر ما امرایم یک جا کار میکنن. امی جا خانوادگی کار میکنن؟ خانوادگی کار میکنیم. دوچاره کدام مشکل میشین بزن خود؟ مشکلات خود دقیقا هر کار مشکلات خودش داره. بعض مشکلات هست که فراروی خانم‌ها بیشتر می باشن. مثلا یک خانم بیا در یک کافه بشینه و پول بگیره و به شکل چی میگن اینمی قسمت نامش فراموش باشد کاونتر باشه. مشکلات خودش داره، ولی در صورتش مشتری ها امی قانون است که گفتن حق با مشتری است، هر طور برخورد کنه میگیم چشم. شما حوصله میکنید؟ حوصله میکنم. اما فکر میکنم اینجا مرکز فرهنگی نوشته کردین، حتی نوشته نکردین کافه، حتی نوشته نکردین رستوران یا بعض چیزهای دیگه. بیشتر وقت مرکز فرهنگی میگیم اهل فرهنگ بیشتر مراجعه خواد کرده؟ اهل فرهنگ بیشتر مراجعه میکنن، خود در کل دیگه فرهنگی ها نمیتونیم بگیم کلشان واقعا با فرهنگن. در کل چگان به فرهنگ هم دیگه منظور بگیرین خودتون. تشکر. شما زنده باشین. میتونیم پیش بریم؟ بیاین. اینا میتونن با ما گپ بزنن؟ خب از امور جام میشه شما تصویرشان داشته باشین که تا خانما با خیال راحت بدون کدام مشکل میان و چای مینوشن. سلام، شما خوب هستین؟ سلام، خسته نباشین. خود معرفی بکنین. من ابو مسلم خراسانی هم دیگه دانش. ابو مسلم خراسانی بود کتاب صنف 5 یا 6 هم خوانده بودید؟ کلا که مخوندی ابو مسلم خراسانی رو. مگر این با چهره جدید؟ والله دیگه فقط نام ما بود، از خود ما اون نیستم. خب ابو مسلم خراسانی ابتکارات خود داشت که ما و شما خواندیم در تاریخ. شما مصروف چه کارا هستین؟ دسترسی به کدام مسائل دارین؟ روزنامه نگارم بیشتر مینویسم، دانشجوی دوره ماستری هم در دانشگاه کاتب جامعه شناسی میخونم، گرایش سیاسی دیگه کار میکنم. اینه ما قدر بعض اوقات به اینجا میاییم؟ ما اکثری و اوقات به اینجا میاییم، یک فضای آرام است، به نحوی مرکز ثقل فرهنگی کابل هم اینجاست. آدم که به اینجا بیا چهره های متفاوت میبینه، شاعران، نویسنده ها، کارگردان های فیلم، دوستا، رفقا، یک جای آرامی است که آدم، من خودم شخصا لذت میبرم از اینجا. یعنی شما هر روز که بیاین با یک چهره نو ممکن روبرو شوین و از چهره میشه چیزی یاد بگیرین؟ بله بله. آدم های ناقی کمتر میشه؟ خب تقریبا همیتون یک چیز است. در اینجا اکثرا آدم های میان که فرهنگی هست، حداقل دسترسی به یک بخش از فرهنگ دارن. بله بله بله. خیلی تشکر. خواهش میکنم. سلامت باشین. سلام با شما هم. خوب است انشالله. خوردین؟ بله خوردیم. چطور مزیش؟ خوب بود. بفرمایید بشینید. ما یک دقیقه میشینیم همراهتان. دفعه چندم است اینجا مراجعه کردین؟ دفعه دوم است. دوم است؟ بله. چی براتون جالب بود که بازم اومدید؟ به این خاطر که جای بسیار آرام است، جایی است که تبت میخواهی که بیایی، چون ما بیرون میباشیم، خود ما در کاروباری هم مصروف هستیم، جای تفریح دور رفتن نمیدن از نگاه امنیت، اگر قرقه یا پغمان میری هم نمیشود. دیگه این یک جای راحت تر از هم میتونی آرام به کتاب بخونی، یک درس یک چیزی بخونی،
بیشتر یک فضای آرام هستی. باز من وطنی میگم. این پیسی در خومی تیم، پیسی در یک جای صحیح و سر یک چیز صحیح. گپی خوب است، میگه پس. ولی همیجا باشه یا هر؟ همیجا پس. و جایی هست که آرام هست. میتونه که بیشتر با آرام بیای آرام باشی. یک ساد دو ساد اون وقتی که بعد از کار میمانی. چهار الا پنج از کار میبریم تا هفته همیجا میباشیم تا شش و نیم بجه. خوش بگذره. بسیار خوش بگذره. شکر. و شما بیننده گزارش ویژه ما هستین و یکان کارکای جالب کردن. شما میبینین به خاطر تزیین دیوارا از گله ها استفاده کردن، از نقاشی های خیلی ساده استفاده کردن. مثلا من فکر میکنم که کاملا خودش برگ است، برگ را رنگ آمیزی کردن. اما یک چیز جالب ساختن از این برگ است یا پلاستیک را یک قسم برش کردن؟ این نقاشی است؟ نقاشی است. کار کی است؟ نامشون یاد؟ کار از این جمع دوستای ماست که میریم پیشون باز. که میریم پیشون. چقدر جالب، من هیچ فکر نکردم. در ابتدا گفتم که این برگ از برگ رنگ آمیزی شده. جالب است. این دیوارم به سفارش یکی از رفیقا و دوستای خیلی خوب ما اشرف فروغ، اگر بشناسن. آقای فروغ هم میشناسید؟ بله، آقای اشرف فروغ. و همین قسمت انتخاب کردن یک بیت شعر از یکی از شاعرای بخونین که من نتونستم خوانده هر قدر کوشش کردم. لیلا ما پسن این همه نابود شوم، فقط یک فرد شگرفته. و یک نامه که خودش همینجا در تلفنش نوشت و ما هم همین در دیوار نوشتیم. میدانم دوری آنقدر دور که تنها مرگ قادر است دهان این دوری را بدوزد. من اما همینجا منتظر میمونم، همینجا از تو مینویسم، همینجا با یاد تو میخندم و گریه میکنم و همینجا نمیدانم، شاید یک روز، شاید هیچ وقت. اما قصه شعر از قهار آسی شد. فرشته یاده بود، فرشته خوابی بود، فرشته رفت که رفت بر نگشت. اینجا با چیرهای خیلی سرشناس روبرو میشیم، از اسد سکندر شروع تا به دکتر سید سرمست، رویا سادات و لینا علم. سینما و موسیقی را شما دیدین، دیگرهایش نیم. ما از موسیقی از استاد برشنا گرفتیم، اومدیم از بخش نقاشی استاد میمنگی هستن و از ادبیات هم چراهای دیگری ادبیات هم از استاد واصف باختری هستن که در 100 سال اخیر همین همه میپسندن و چراهای متفاوتی هستن، کسایی که هستن که در گذشتن و کسایی که زنده هستن در این دیوار هستن. هنوز هم کم است، یک تعداد دیگری هم اینجا جایشون خالی است و میشن. در اون بالا هنرمندای بسیار سابقه هم هست، مثلا صابرجان آرش حالا در بیرون از افغانستان زندگی میکنن. و عکس یک مرد بزرگ هست اینجا یا نه؟ من نیافتم. سلام سنگی. سلام سنگی همونجا گلاس چای در پیش است. سلام سنگی اونجاست. اوماین پاییز و استاد ناشناس پایین هم استاد ایدری وجودی. خیلی جالب، چه پیام جالبی داره. مثلا سلیمان لایق است، استاد سراهنگ است، قهار آسی است. وقت غبار میگین افغانستان در مسیر تاریخ را حتما یک بار مطالعه بکنین. چیزهای خیلی جالب در مورد کشورتان شما پیدا میکنین که تا هنوز شاید نمیفهمین. خب من فکر میکنم روی هر عکس اگر ما یک شبانه روز هم گپ بزنیم هنوزم کم است. این جوان مرد پاییز هم از خورد ترکی خواهی. جوان مرد پاییز هم یک چیز جالب داره. آفرین. این چیزکای مسجکانی هم هست. خب ما در سرزمین زندگی میکنیم که همیشه درد و رنج و بدبختی است و هر لحظه شاهد یک اتفاق ناگوار در سرزمین هستیم و اینا هم بر آدم ها انرژی مثبت میدن و دلیل ریزی که تمام استیکرهای شاد را و شوخی و اینا را اینجا از او کشککایش میچک از او خونه ایست؟ نه دیگه، بس از به قدر کافی در سرزمین خونه اش ریخته شده. بله خیلی مقبول. از موسیقی و فیلم داریم اورجینال اصلی داریم. بله اینجا فقط بعض دوستای ما دوست دارن که با کیفیت عالی موسیقی بشنون، میتونن سی دی بگیرن. بله باز در کامپیوتر خود از او میتونن استفاده کنن، حتی در میج استفاده کنن یا ببرن دیگه. خب من همین میگم، ما ببرن دیگه. از اینجا میتونن. خب
اینجا میتونید که برای شکمتون یک چیز بخرین، از اینجا میتونید که به خاطر یگان تا بگه موسیقی غذای رو غذای رو مولا یادم اومد. خب به خاطر مگم میکنم که هر قدر کوشش کردم دیگه چاره نیافتم. آه به خدا بریم که پیش بریم گپا زیاد از دو مورد و رسیدیم به بخش وسایل تزینی. وسایل تزینی همکارای ما همیجا هستن و این هم باش روشن کنم یک کمه که سوال جان. سوال جان، سوال جان سلام. بخیر صحت من. فکر میکنم معلومات کافی در مورد این بخش دارین. بله. اینجا وسایل تزینی دارین. بله. چیز خیلی جالب بر خودت بوده باشه در وسایل تزینی چی است؟ وسایل تزینی فعلا که ما اینجا داریم زیاد وسایلی هست که باید درباره از فکر شود، درباره از یک علاقه‌مندی پیدا شود و بعد از او ای شاید باعث ازی شود که آرامش ذهنی پیدا بکنن بعضی تا یه اندازه را. بله، چون وسایل که شما میبینین وسایلی هست که هم تزینی است و هم در پهلوی از او چیزی است که باید فکر شود دربارهش. مثلا چیزایی است بسیار جالب که هدف ساخت ازی را باید یک نفر پس درباره مفهوم از اینه بگوین. این دیگه فکر میکنم برگرفته شده از هنرهای مفهومی است. بله، بله. زیادتر از هنرهای مفهومی است. خب در مورد از این میشه بگوینم فلسفه شه؟ خب فلسفه خاصی نداره. این را که میبینین سه نفر یا سه حیوانی هست که اینجا شیشتن و هر یکی چشمایی خود پود کده؟ بله، در یک حالت و یک مود مختلف هستن. در خواب و خیال خاص هستن. بله، خواب و خیال خود است. و این بیادر ما خیلی شاد است. بله. خب این شاید بتانه بر بعضی ها خیلی آرام بخش باشه. آرام بخش باشه. بعضی ها که موسیقی دوست دارن اونا میتونن از این تزینات استفاده بکنن. خیلی خوب. و این بیادر ما هم که شکمک خود مایک در دست شد. دقیقا. خیلی جالب است. واقعا. من از این وسایل دیده بودم اما به این شکل که حداقل چند لحظه خوب طرفش ببینم و یک مفهوم را بگیرم. هیچ وقت اوتور نشرف قیمتایشون خوب است، مناسب است. مناسب است، بله. از 200 افغانی شروع شده تا 3000. و ای از گچ ساخته شده؟ نه خیر، نه، ای از یک مواد است، چونه. چونه؟ از چونه ساخته شده. اگر بفتم ایده میشه؟ آه خب ایده میشه دیگه. اینی باز چی هست؟ ای یک فیلم هم داره، داستان خیلی زیاد داره دیگه. خب علاءالدین که زیاد خیالی است که از داستان خیالی که از اون قصه هایی که یک وقت این بی بیا به نواسه هایی فرد میکرد از اون قصه هاست دیگه و این خوب معلوم دار است دیگه. اینجا بعضی چیزهای دیگه هست که بسیار جالب، مثلا از یوگا بعضی چیزا داریم. از ورزش های یوگا گرفته شده؟ کسایی که علاقمند یوگا هستن میتونن که از این تزینات در دفتر شن. چقدر جالب، کسایی که موسیقی کار میکنن از این وسایل استفاده کنن، کسانی که ورزش کار هستن از اون وسایل استفاده کنن. خب از هر کسی نظر به مخواست و علاقه‌ای که دارن، طرز فکری که هم راهکاری که داره. بله، بسیار خوب. و اینی چرا خمسه؟ خب اینا هر کس یک مفهوم خاص خود میگیره از هر چیزی. نی شما چه مفهوم میگیرین؟ چه برداشت دارین؟ این چیزی است که زیادتر روی ذهن تاثیر میگذاره. مثلا یادم که به این شکل ساخته شده به معنای ازی است که مفهوم خودم گرفتیم، یعنی زیاد یک چیز را بخوانی و در یک جایی برسی که تو تصمیم به ای بگیری خودت باید زندگی بکنی، پیش بری. و ایو ما مفهومی گرفتم ای مثل شعله یا تش است بر ما عزیزه و چیزی که از ذهن بیرون میشه و دیگران باید از اون. من چند روز پیشتر در تیک تاک یکی از روانشناسان ایرانی رو دیدم امرو یک خبرنگار مصاحبه میکرد، گفت انسان باید عاقلانه زندگی نکنه، انسان باید دیوانه باشه و دیواربار زندگی بکنه. باور بکن یک پیام خیلی عجیب و غریب گرفتم از این آمه. بسیار پیام مقبول آمد. بسیار پیام عالی بود. من همی فهم شاید برای بعض کسا بگوین که نه عاقلانه زندگی کرد، دیوانوار زندگی نکرد، درست نیست. اما من هم به می باور هستم هر وقتی که دیوانوار، مثل که میگن که عاشقا دیوانوار زندگی می دقیقاً صد یا پسران دیوانوار عشق می. خب بله، ما مفهومی گرفتم از این دقیقا نمی چیز هست. اونو یک گپک هم یادم آمد تو بغلای دست خود که پل پل می زنن یکان تا پس از این معلوم میشه که واقعا دیوانوار عشق می ورد. دقیقا. خب بسیار تشکر، نام تون فراموش. احمد سهیل شایان.
آقای شایان بسیار زیاد تشکر از شما، واقعا این بخش شما هم خیلی بخش تشکر بود. تشکر از شما. این موضوعات را شاید یک تعداد کسا کمتر بفهمند و خودم هم خیلی برام جالب نبود. صرف من به یکی از کورس ها چند سال پیش مراجعه کرده بودم در رابطه با هنرهای مفهومی میگفتند و وقت اینا را دیدم یادم آمد هنرهای مفهومی که مفهوم خود را به گونه خیلی استوار داره. تشکر از شما. بالا میریم، یک چند نفر از شعرای جوان با هم گرد آمدن. کدام گل را به او میتن؟ بریم از خودشان بپرسیم. همیشه همجا باشه. اینجا با شعر زیاد سرکار داره. می دیوار ما را میبینین در هوای قرارم روز شب، شعر مولانا است. دیگه شان بخونه بده. سرز پاویت بر ندارم روز شب، نگر روز شب را همچو خود مجنون کنم. روز شب را کی گذارم روز شب، تا که عشقت مطربی آغاز کرد. گاه چنگم گاه تارم روز شب، تا بنکشایی به قندت روزم. تا قیامت روزه دارم روز شب، زان شبی که وعده کردی روز بعد. روز شب را می شمارم روز شب. های 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 سلام بر همه. باباشن ما با بوتا آمدیم، اما بوتای ما خیلی پاک است. بین شما هم بفرمایید بشینید. من هم میفهم کدام قسمت بشینم. اونجا بشینیم خوب است. یک نفر همراه ما گپ بزنه. بر ما شاهد جان گفتن که چند نفر از شعرها با هم، شعرهای جوان با هم نشست دارن و کدام گل را به آمیتن. خب و گونه آمیانش دیگه. اینا رو شما جزئیات بیشتر بر مردم بگوین. خب ما هفته ها ساعت 4 قدل داریم، در هر هفته یک روز برگزار میشه و این زیر پوشش مؤسسه فرهنگی ادبی کامه با همکاری مرکز فرهنگی پل سرخ برگزار میشه. خب در این برنامه کدام اتفاق خاصی نمیفته، جز ای که شاعر بچه ها جمع میشن و شعر خوانده میشه و روی شعر حرف زده میشه. ادبیات میکنیم در واقع ما این آخرای هفته، یعنی نقد میکنیم، نقد که طبعا میکنیم و نقد ما بگونی است که در هر هفته یک نفر انتخاب میشه تا که در مورد کاری و آدم نقد ها بگونی کتبی بیایه و چون این مجموعی نقد ها را آرشیف میسازیم تا در اخیر به زیر یک ویژه نامه ساعت 4 غزل به دست مخاطبای ادبیات قرار بودیم. اما بعد از این چی میشه؟ بعد از این قسمت نقد کتبی شاعرها شعر میخوانن و هر کس آزاد است نظر خود بده. خیلی تشکر. خب اینجا میره که میبینم تمامشان شاعر است. تمامشان شاعرن و تمامشان کسایی هستند که حرفی دارند در زمینه ادبیات و خصوصا در زمینه شعر. من زیاد در این مورد نمیفهم، اما میگن که یک موضوع خاص میباشه، یک اتفاق میفته که یک فرد میایه و شاعر میشه. خب فکر میکنم که شاعر شدن در دست خود شاعر هم نیست، چون شاعر خلق میشه شاعر و ای بعد بعضی ها چانس میکنن تا که بتانن اینمی ویژگی را دارن که میتونن با زبان بازی کنن، ای را انکشاف بتن، پرورش بتن و خود به جای برسانن. پس همو گپ از اگه اتفاق میفته که یک شاعر دقیقا، اما من بیشتر با این مقوله موافق نیستم که اگه اتفاقی بیفته فرضاً در یک آتش سوزی خانه یک آدم خراب میشه، مثلا فرزند یک آدم میمره، نمیتونه اتفاقا یک شاعر خلق کنه، چون شاعری چیزیست که جان شاعری چیزیست که با شاعر یک جا تولد میشه و در طول زندگی انکشاف پیدا میکنه و پخته میشه. خیلی تشکر. شاعر باید یک اتفاق باشه، این نه که اتفاقی باعث شاعر، اصل شاعری بزرگ کسی که خودش به عنوان یک اتفاق میفته در جامعه.
یعنی هدفتان این است که به وجود آمدن خود شاعر یک اتفاق است، نه ای که یک اتفاق دیگه، یک عمل اتفاق بیفته و شاعر الهام بگیره از موضوع. خود شاعر باید یک اتفاق باشه و هم شاعرای ماندگار شدن که اتفاقای بزرگ قد خودشان آوردن. چی میگن؟ از یکیتون میشنویم یک غزل کوتاه برای ما به شکل دکلمه اگر داشته باشید، ما کوشش میکنیم کم ویرایشون بکنیم در بخش ادیت. یک هر کس دو طلبانه حاضر میشه، نوبتش دیگه مربوط شما میشه. ما مایک ها میتون برتان، هرچند ما مایک ما به هر کس نمیتون. درد را هرچی بود جان دادم، چشم دادم، سپس دهان دادم. زخم خود را شبیه یک کودک پیش هر آدمی نشان دادم. پشت تو حرف بود اما من پشت کردم به حرف آدم ها. آمدم پیش تو که خوش باشم، البته با اجازه غم ها. دق شدیم و برو نیاوردیم پشت معشوقه های ناانسان. ما که خوردیم واقعا، اما خوردن سنگ ریزه ها در نان. هر کسی را چنان چه با کردیم بوی آلودگی از آن آمد. هر کسی را چنان چه با کردیم بوی آلودگی از آن آمد. گریه کردیم بعد از آن تنها، بعد از گریه خواب من آمد. گریه به ماهی جدا از آب، گریه به یک پرنده مرده. گریه از ترس این که در زیر دست یک دشمن قسم خورده. گریه از خاطری که شک کردم شعر را هیچ کس نمی خواند. گریه از خاطری که این شاعر باز هم شاعرانه می ماند. عصبانیت زیادی بود، رو به آینه کردم و تنها گفتم آدم نمیشوی هرگز، هرچی پیشی بگیری از خرها. تشکر. بالاخره آمدیم به کجا؟ به باغچه آمدیم. باغچه مرکز فرهنگی پرسرخ هست اینجا. خب جالب. نام این گل فروشی را باغچه موندیم و در کنارش یک گلای تازه است. گلای تازه است. اینم گلاست دیگه. گلا است دیگه. باید صاحبش را پیدا کنیم و مصروف آب دادن هستن. اینا خودشان. همه خودشان هستند. بیا بارون. سلام. اینجا سا چوین. خود معرفی بکنین. کسایی که باش یک چیز ما در موردش بگویم، باران عشقش به گل است. مثلا در روزهای خاص پیش از اینکه مرکز فرهنگی پل سرخ باشه در جاده ها گل فروشی میکرد و همگی را با گل شاد میساخت. اینجا آمدیم، وقتی اینجا را گرفتیم باران آمد و تازه دیگه یک دو سه روز میشه که شروع کرده. یک ماه بعد اگر بیاین دیگه درست اینجا یک باغچه به تمام معنا هست. شما باران هستید؟ بله من باران هستم. چه وقت میبارین؟ همیشه. دیدم که آفتابه آب بود، بهشان آب میدادین به گلایتان؟ بله، ما اینجا گلای ما هست، کاکتوس ها هستن و گلای دیگه هستن. نو بخیر کار شروع کردیم، ببینیم که کجا پیش میریم و فعلا بسیار گلدانه کم است. همون قسم که شاید جان گفت تا یک ماه دیگه بخیر گلای زیاد می آیم و کم کم شروع میکنیم. نام شب باغچه موندیم و امیدوار هستم که یک روز به باغ تبدیل شه. بخیر انشالله باغچه ها باغ میشن. اما جالبی است که ما کمتر دخترها را دیدیم، یا شاید دفعه اول باشه که یک دختر را ببینم گل مفروشه، او هم گل تازه. دقیقا چیزی که گفتین، من اولین نفر هستم و این ایده از کجا پیدا شد؟ من در خیابان ها گل فروشی میکردم و گل سرخ به فروش میرساندم به خاطر طفلای خیابانی، طفلکایی که هستن و اونا رفیقکای خوردم هستن. من روی خیابان میرفتم گل سودا میکردم. بعد که دختر گل فروش گفتن، گفتم درست است، بیاین که امین نامه ما بخوایم که یک جای درستتر منظمتر جور کنم، گلا را بیارم و فکر میکنم که فکر حالا چی که دقیق است. اولین دختر هستم در افغانستان که گلای تازه مفروشم. چقدر جالب است. من میخواستم نامت از امین طریق بر دوستا بگویم که دختر گل فروش نام سرت بانیم، یک لقب بتیم برد. مگر نام خودت زیباتر از او از باران؟ باران. بله، زنده و سلامت باشین. تذکریتون هم باران نوشته است؟ نه خیلی، در تذکریم شهلا بهشتی است.
ای از او کدام بهتر است؟ سلامت باشید. شهلا بهشتی نام اصلیم و باران دوستا لطف میکنن، باران میگن و بیشتر باران دوست دارم. خیلی خوب. خانواده چقدر راحت است همراهیت با این کار که میکنید؟ خیلی خوشحال هستن و چون دفعه اول هست اونا که در ابتدا میگفتن که از یک جا شروع میکنی، حالا ریسک نیاز داره تا بفهمی تا آشنا شوی و اینا، اما گفتم شروع میکنم چون خیلی دوست داشتم. و وقتی یک داستان بسیار خرد برتان بگم، وقتی من طفل بودم، حالا نفهم چند سال دقیقا داشتم، مادر کلانم خدا بیامرزش او از این گلای گلبرگ برش میگن گلبرگ داشت، وقتی چای می نوشید بعد چای می گرفت منداخت در گلدان. من گفتم مادر کلان چرا این کارو میکنی، گلدان خراب میشه. می گفت نه بچم، نواسه گلمینا که هستن با ما چای می نوشن و گلبرگا بیشتر چای می نوشن و من خیلی دوست داشتم. بعد کم کم علاقمند شدم به گل و گیاه و اینا. بعض وقتا روی اولی که می رفتم همراه پدر کلان مادر کلانم یگان کارا میکردیم، بانجورو میکاشت میکردیم، مثلا مرچ و بس چیزا. من دهقان بودم تا یک حده، حالا دهقانی یک شغل فوق العاده است که نمیتونم از پسش بر بیایم دقیقا زیاد، و اما قسم به خاطرم شوق و کنجکاوی. البته شما نواسه گلباز هستید، بیبیتون گلباز بود. بله خدا بیامرزش، خداوند مغفرتش بکنه با جمع رفتگان. خیلی تشکر باران جان، زنده باشین. انشالله یک روز بیایم که باغچه‌تون به باغ تبدیل شده. امیدوار هستم همیشه بیاین. نامش باغچه هست، بخیر افتتاحیه میگنیم و فعلا کم از کم شروع کردیم و یک ماه دیگه بخیر آمدین. اینجا کلن به یک باغچه کلان و مفشن تبدیل میشن. خیلی تشکر. خواهش میکنم. سلامت باشین و موفق باشین. و شما بیننده گزارش ویژه ما هستین. کجا رسیدیم بیادر؟ باغچه یک قسمتش را گرفتین، یک بخشی که ما نگارستان داریم در منزل بالا که خانم یلدا هستم. متاسفانه رفتن امروز ناوقت شده بود، کمی کار داشتن. آقای نوابی شبگیر یا زبوی نوابی همیجه هست با دوستایشان. اگر میخواین یک اتاق بسیار نازنین ساختن، اگر داخل شوین حتما خوشتون میان. بین ای مردم نگویه که ما را کل مرکز پل سرخ را نشان دادیم اما یک جای باقی مان. چرا اونجا نرفتین؟ سلام. این دفعه چند بس میبینیم بیدر؟ چطور هستین؟ فراری هستین؟ چلا خوب هستین؟ سلامت. بسیار زیاد. آه چی یک اتاق جور کردین؟ سلامت قربانتان. لطفتان است. تمامش عشق است. عشق. هر کدامش میبینی فکر می... اتا احساس به من رو کمیده که بر چند دقیقه مثلا شاید شمشیری ولی رو ببینیم. مسجدش را ای کاکا و کارا بایسکل دارن؟ بایسکل دارن. امو دوره های خیلی قدیمی رو نشان میتنه؟ خیلی جالب. چی دوره بوده، چی آرامش بوده، چی مردم بوده، چی شهر بوده. اما حالا که شما میرین؟ اما متاسفانه حالا هیچ اون چیزی که سابق بودن نیست، بخاطر که خیلی تغییرات در کابل آمده دیگه. دوره گذشته. راست میگن. و اینی بیادر اینجا را که رنگ رنگ زده، اینی کدام گپ آمه است یا ایست که رنگ زیاد مانده بود مقصد انداخته نشه بود؟ این سبک کارش ابسترکت است و یک کارهای کت رنگ در چی است، مخلوط رنگ است دیگه. باز خیلی از آدم ها برداشتاش متفاوت است، هر کس یک برداشت داره از برداشت. من ایست که رنگ تون زیاد مانده بود اموش انداختین که به جایی نره. نه اترام نیست، اما چیز او یک چیز است که خود نقاش خواستم و تو قصدن یک کار امیتوری را ایجاد کنه. آه خیلی بینین. و دیگه چی چیزا داریم اینجا؟ ای گودیگاکاس ها؟ تفلکاس؟ کارتون است، روی چوب کار شده. و جالب دیگه او گلک دیگه که بلند است. او گلم چقدر ساده اما خیلی مقبول. مقبول. یک کار است که با کارده کار شده و میبینن دیگه مقبولشه چون هنر است. و اونو آخری را که میبینم من همیشه او شکل عکس یا نقاشی را میبینم میگم رابعه بلخی است. خب شاید رابعه بلخی باشه، شاید یک دختر مغول باشه. آه چهره مغولی است. خب چطور از بازدید کنندگان بیشتر مراجعه میکنن یعنی؟ والله خدا رو شکر خوب است و از وقتی که شروع کردیم یعنی خیلی خوب بوده و دیدیم که آدم ها استقبال کردن ما را، آمدن تابلو خریدن دیگه. فعلا هم امیدوار هستیم که از بیشتر آدم ها بیایه و از ما یکان کارهای هنری بخرن. خیلی تشکر. اینجا کار دیگه هم شما کرده نو بیدر؟ اینه مردم با این بوتلا خود مست میسادن مگر اینا گل را مست میسادن. او بوتلای کشمشاو است دیگه. او چی است دیگه؟ چی میگه؟ مو کارشم خودم بوتلم برند است و گلشم برند است. خب بسیار تشکر. اینا شما یک ایده یا چند
نقاشی در این قسمت هم است. اونجا مسئله چی است؟ خیرات است؟ او یک مسئله است که آدم ها آمدن در کنار دیگایی که پلو خوریست جمع شده. او پلو آمریز بدر او چی دست؟ دکچه. دکچه. بچم شما دکچه دارین؟ ما دکچه نداریم اما دکچه دیدیم. دیدین؟ ما یک نظر داریم دکچه. دکچه. دکچه خوب برادر خواهیم فامیل ما داره، ما یک چارک دکچه داریم، یعنی چند سال شد دکچه جورم نکردیم، من نفهم چی وقت است کمور اگه جور کنیم حتماً همینجا یک ذره میارم برات. آه حتماً دکچه یک نظر است که خانم ها اکثرا میگیره و درو دکچه یک اتفاقای میفته اگه اون وقت چپلی بی بی هم میفته فکر کنم فرینا نه او دست سمنک بیشتر میبود دست سمن در دکچه هم همونطور از بی بی میاد دست خودم میمونه رو بشه بعضی جا شوخی میگن یکی از خانواده ها دکچه انداخته بودن و بچه ها رفته بودن بچه ها نبینن فکر کنم اما یک رسم از مردا باید نباید مردا نباید ببینن اما همون نظرم باز این نظر کمش خورده بودن باز پنج پنجه خود روی دیگ اما تو مانده بودن اما اگه شادی میکردن که ببینیم شب آمده و چقدر خوش بوده حتما خانما خب بسیار یک ایده زیادشان باورمند هستن و چونین موضوعات که از گذشته باقی مانده من نفهم چقدر واقعیت هم داشته یا نداشته خب ایجام خلاص هست بسیار تشکر از شما سلامت باشین انشالله روزای بعد بازم خواهد آمدیم و شما بیننده گزارش ویژه ما هستین ما به مرکز فرهنگی پلسور سر زدیم و هر طرف از این مرکز که شما میرین و عشق است و عشق است و عشق است آقای رضوان اگر پیدا شوه باز گپ میزنیم اولشان مانده نباشین کارتان خلاص کنین باز امرای ما را یک ذره قصه بکنین میتونین هم کار کنین هم قصه کنین خب که به اینا مزاحمت نشه به او خاطر گفتم استاد عزیز هوشنگ کدامشان هستن؟ از خوشنویس های بسیار استاد بیاین که باور بکنین پیش از این 100 خوشنویس رفتم گفتم یک سرخط بتین خطم خوب شود مگرم تا حالی که خوب نشد خوب نشد تو جالبی هست که 100 خوشنویس چه بشناسی من خودم که خوشنویس هستم یک تانم رو میشناسم او تو کدام زد داره رفتی که ای باشید قصه یکی از واره بکنم خیلی جالب است یک زمان من نمیفهم در کجا بودیم البته قصه یک 15-16 سال پیش شاید براتون بکنم من خرد بودم پیش یک کاکا رفتم ای از این سمت مشرقی آمده بود مقصد از این سمت مشرقی آمده بود کمپنی خب اوجه رفتم یک دکانه که کرا گرفته بود باز یک خالگه که روز می آمد او خالگه که پیسه می داد خالگه بسیار پیر بود باز از گپای از یوم فهمیدم که خالگه می خواهی کدام کس بر از این خواستگاری بکنه حالا باش که من بگه گب از اون یک تعداد مردم سرتان خلاص کنم باز او میگفت که خواستگاری بکنی بر ما که من اینجا کس ندارم کس و کوی ندارم که اینجا یک دکان گرفتیم که باز من یک اولی میگیرم مرا فقط یک الف بی تی سی نوشته میکرد بسیار خط مقبول داشت مگرم باز اگه مرا تو اعلام میداد که از خاله مصروف گب زدن می بود قصه خواستگاری رو از این مهمتر بود که نسبت بتونی این یک خاطره که جالب یادم اومد بودم من تقریبا این مدت 20 سال میشه خط کار میکنم تو که بخوایم یک خوشنویس واقعی در افغانستان پیدا کنیم متاسفانه پیدا نکنیم اما خطایی است که از روی خطا تو کار میکنه از روی خطایی چی فقط خوشنویس من از یک کشور نداریم که ما افتخار کنیم برش که بریم این یک کشور افغانستان است یک خوشنویس هم ولی اگر خوشنویس ها هم باشن یک خوشنویس دیگر هم سراغ دارم سید فریدالله حسینی نطاق سابقه دار تلویزیون ملی افغانستان است وقت چپتر را که در بخش خبرنگاری و گویندگی رادیو و تلویزیون به ما تدریس میکرد چپتر را با قلم خود نوشته کرده بود اما اگر قسمت باشه من کدام وقت برتان نشان میتونم یک چیز دیگه است یکی خوشنویس است که مثال رضوان جان هم میتونه که از روی این کتاب خط کار کنه یک مزاحمت بکشه خطش زیبا میشه یکی خطات منظور ما خوشنویس است که مثال کتاب نشون میکنه ایرانی ها حافظ نشته کردن، خیام بارها نشته کردن، مثنوی را نشته کردن ما او یک خطات منظورم است که خوشنویس نه او رقمی خوشنویس داریم که یک نشته میکنن کلمه لا اله الا محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم یک جای نصب میکنن او خوشنویس شده نمیتونه خوشنویس منظورم است که بتانیم اگر ما یک جای درس بتیم و خوشنویسی رو به مو حدی که از نگاه تاریخی ما افتخارات 5000 سال داریم خوشنویس هنرمند هدف ما از این رقم که امو جان دلش فدای خوشنویسی کرده باشه و با خوشنویسی خدمت کنه و تیه خوشنویس نگه وقت هنرمند شد دیگه تمام شد داره باز تصمیم ما هم وقت قد خوشنویسی آجنا شدیم که زمان طالبا بود آخرای طالبا بود پیش آخر دولت اسلامی که ما رفتیم که خوش نقاشی و خوشنویسی رو شاگردی کردیم در شارنو که طالب آمد
نقاشی ها رو بند کرد، ما مربوط خوشنویسی شدم، باز تایمیال خوشنویسی کار میکنم، در مگران مگذره ایچی میدونم. کاربار در این بخش هست یا نی؟ نه متاسفانه. کامپیوتر خراب کرد کل چیده؟ نه نه، مسئله کامپیوتر نه. فقط کمالاقگی است، مسئله کامپیوتر نیست. اما کامپیوتر هم که شما میبینی طرح خوشنویس است، اما نسلیقی که شما در خوشنویس میبینی در کامپیوتر بیشتر کارا فکر بکنین. اگر تلفن داریم با تلفن تایپ میکنیم و اگر کامپیوتر دسترسی داریم با کامپیوتر نوشته میکنیم. اصلا با دست کمتر مردم نوشته میکنیم. همین از چین و ژاپن خبر دارین؟ چقدر تکنولوژی پیش است، هیچ کشوری با وان نیست. من هفته خوشنویسی دارم، هفته خوشنویسی دارن به نام هفته. همین هفته خوشنویسی کپی ایران که میکنن از واس. در این دفتی خوشنویسی است که بنیانگذارش هم خود گاندی است. در ژاپن هفته خوش، در چین سر تا سر چین سالهای تعلیمی شون یک هفته خوشنویسی میگیرن و او جایزه همین بهترین جایزه 2000 از ما گرفته شده که بهترین جایزه را از دانشگاه با سطح از طفل شروع میکنن، سطح خوشنویسی دارن. این خلاقیت است، این هنر است، این نمیتونه که کمپیوتر به جایش بگیره. همین الان من خود من از خوشنویس تمام کمپیوتر کارهایی که در کابل است از ما یک مشوره میگیره خوشنویسی میگین ترکیب با چی کار کنم. مثلا استاد کار شکر به خط نستالی، ولی وقتی قرار بودی طراحی شوه اسکیچ شوه در کمپیوتر، اونجا دیگه مجبور بودن استاد بشینه مشوره بدن. کاربردش کمتر شده؟ نه متاسفانه. در افغانستان خید نه، من پیشتر چی گفتم اید نبوده که کاربرد شده باشه. مگم توی دیران یک گپ بزنیم بگه بیاد تو بریم نشان بدیم که چقدر دیوانا فروخته میشه. میالا دیوان ایجا است، دیوان کامپیوتری است، آفس قیمتش 500 است، میریم دیوان خطاطی نشاست خوشنویس قیمتش 2000. ها خیام است، میال خیام شما میخرید کامپیوتری 500، میری خیام بسیار زیبا خوشنویسی رو میخرید، نه قیمتش چند است با خوشنویسی خطاطی نشون کرد خوشنویس شما. مگر مون او قیمتش است بالا تر جلد میناتوری اینا رو کلش خطاط میکنه. اینی هم کامپیوتری است، اینی ترکیب کامپیوتری است که خوشنویس خط خود از کامپیوتر انداخته و یک کامپیوتر کار که اصلا بچی از مون بازی گرفته چی کرده خوشنویس جور کرده ترکیب شه. این خط نیست، نه اینی اینا تو کتابا یام است که خط نه نوشته شده اسکن شده و چی انداخته شده. خط خود چی دارم، خط خود از دیوان اشکری را آه، اشقری ایدری وجودی آمده چی کرده؟ نه، این یک خوشنویس از کار کرده، یک خوشنویس کار کرده، اینجا از نامش این هم از خوشنویس افغانستان هست. مدار خطش به او حدی که باید، اینه خطات به او حدی که باید باشه نه؟ نسیمی همی هم عبدالرحب نسیمی کارمند وزارت معارف هست. اینی خطاتی هست، بازی اسکن شد. امیال ما از با این حال هم استاد قیمت از این مثلا 500 یا 600 است، در حالی که قیمت این دیوان اشقری یا کلیات اشقری چاپی ارزان تر است. شما در 200 و 300 هم پیدا میتونید. با این حال پیشتر که گفتم صد خوشنویس ما ندیدیم، چرا این طرح شده بنیانگذار خط نستعلیق در افغانستان امی مردم هرات است؟ مگم دمی طول چند سالی که بدبختی های افغانستان شروع میشه، دو نیم صد سال خوشنویسی که تو در رکود مانده. تشکر از شما. سلامت باشین. خب بیادر بیا که درباره کتاب و میدره گپ بزنیم که بریم به دیگه بخشام. اگر یک قسم بگویم که بگویم چند نوع کتاب داریم می خود درست نیست. میشه عوضه بندی کرد، دسته بندی کرد. تمام شاید به یاد شما نباشن. ما در بخش علوم انسانی در حوزه تکنیکی، تکنیک و هنر این اوضاع چی داریم؟ کتاب داریم، کودک، کتاب های آموزشی. باز چیزی که بیشتر، چیزی که بیش از همه حال حس میشه، حال قابل لمس است که در افغانستان خواننده داره، رمان است. رمان، هنر، اینی بخش ها باز و تعقیب از اون منابع است. هرچند منابع از طرف دانشگاه ها، از طرف مثلا انسیوت ها، از طرف آدرس های مشخصه به عنوان مراجع پیشنهاد میشه برای دانش آموزا و شاگردا، با آن هم در هر کتاب فروشی که شما برین میبینین که اغلب دنبال کتابایی میگردن که بتونن دانش به صورت غیر مستقیم و به صورت یک مجموعه کلکتیو فرا بگیرن و او این زمینه تنها رمان مثلا مهیا میسازه. تشکر. اگر اقسم بپرسم که در کدام بخش شما بیشتر مراجعین دارین؟ در تمام بخش ها. از کدام بخش مردم زیادتر کتاب میان میگیرن؟ اما زیادتر امون رقم که توضیح دادم بیشتر رمان میخوانن، بخصوص نسل جوان. بدل لذیذ که یکی خب زبان رمان زبان قابل فهم است و زبان است که در دلش قصه داره، داستان است،
و شبیه تجربه زیسته آدم است، یعنی شبیه زندگی است. و این خاطر برای آدم بیشتر از اینکه مثلا رو راست بریم تاریخ فلسفه رو بخونیم، به طور مثال میریم مثلا رمان یوستین گردر رو میخونیم از چیز، از دنیای صوفی را که آمده تاریخ فلسفه رو به صورت قصه تفسیر میکنه، بیان میکنه. بنابراین اینی حوزه رمان، شعر، علاقمند ادبیات، اینی بخشا علاقمند داره. شاید هم به دل لذیسته که ما انسان موجودی است که فرار میکنه از مشغله های ذهنی و عادی و روزمرش. به این دلیل شاید بیشتر از حوزه های دیگه تجربه ما حالا در اینجا در مدت کوتاهی که کتاب فروشی میکنم نشان میده که اینی رمان مخاطب خواننده زیاد داره. بسیار خوب، اگر به عنوان آخرین سوال بپرسم، اول خوب بگوین که شما چند سال میشه با کتاب سر کار دارین؟ با کتاب که از صنف اول یکی خوب قسمت هست که به شکل به صورت منسجم 7-8 سال میشه که کتاب میخونم. در 7-8 سال فکر میکنین که فرهنگ کتابخانی بین جوانا بیشتر ترویج یافته یا نوزام کاسته شده کسانی که اندازه علاقه مندی داشتن؟ در این فاصله که ما فاصله 8 سال اگر فاصله 8 سال که یکیست، ولی ما به عنوان این نسل جوان بیشتر امی دوره که یاد گرفتیم و خواندیم و با کتاب و دانشگاه و درس اینا آشنا شدیم، امی دوره پس طالبان نیست در کل امی نسل. این نسل در این فاصله میتونستن که بیش از این کار کنن، بیشتر از آگاه شوند، ولی متاسفانه چشمگیر نیست. در مقایسه با هر جای دیگه، حتی ایران و پاکستان، ما بسیار کم خوان هستیم. ما از بازار چاپ کتاب هم معلوم میشه که شما 1000 نسخه معمولا در افغانستان چاپ میشه هر کتابه، ولی 1000 نسخه را شما تا 5-6 سال هم گاهی فروخته نمیتونین. یعنی 1 سال و 2 سال که به صورت قطعی میمانه روی دست کتاب فروش ها و ناشرا. این نشان میده که ما خواننده کم داریم، در حالی که از طرف دیگه باز افراطیت، ناآگاهی، مخالفت با مثلا آموزش و کتاب آگاهی، مخالفت با اینا بیشتر روی سرمایه گذاری شده. برای همین مثلا در وضعی قرار داریم که مردم به جای از اینکه بیان آگاه شوند، یعنی مخالفت ها، اختلاف نظرها را جایش به گفتمان بتن، به گفتگو بتن، میان چی کار میکنن؟ به همین اختلاف ها دامن میزنن و هر روز ما تاثیر منفیش هم میبینیم بر روحیه ما، به زندگی ما. یکی از او بحث ها مثلا اختلافات قومی افغانستان است، اختلافات فکری و عقیدتی اینا است. اینا میشه بسیار به صورت بگونه راحت اگر آگاهی داشته باشیم، اگر ما یعنی فهم داشته باشیم و کتاب خوانده باشیم، میتونیم به صورت بسیار ساده اختلاف های ما را بشناسیم و باش کنار بیاییم. تشکر، بتازیم. سلامت باشیم. نگفته نمانه که ما مامای تانم اونجا آوردیم. ماما هست، ماما را میشناسید؟ ما چه معنی؟ ماما رفیق ماست. ماما شاه جان مسئول از اینجاست. ای مردم شما را دیدن، گپای تا بگو امرایشان که باز. والا ما یک جای بسیار مقبول آمده می و قهوه گرفتید؟ من یک کافی خوردم. یک کافی خوردم، بسیار کافی مزه دارم. و جایش تو بود؟ و جایش بهترین جای، بسیار فضای خوب، بسیار جای آرام. برگ همی جا، درخت همی جا، همه چیز گل، جوان همی جا، دختر ها همی جا، کاکه ها همی جا. دخترها نام خدا درجن درجن، بسیار جای خوب. پیش یک مرکز فرهنگی است دیگه، بیشتر با سواد آمین. بسیار زیاد مهمان نوازی میکردن، میکارسونه شنیم به دخترها اینا، بسیار لطف مهربانی کردن. خوش هستی؟ بسیار زیاد، بسیار زیاد. این اینجا یک گیتار هم هست. گیتار هستیم برادر. این حالا برای ما میخونه یک جوان. ما هم میخونه. شما شنیدین؟ ما کمی شنیدیم هم میخونه. خیلی بیاین که برای ما بخونن. نامشان فراموشم شد. ادیب یوسفی. ادیب جان، شما در کجا میشین و در کجا میخوانین بر ما؟ من هر جایی که دلم بخواد، دلتون بخواد میشین. دلم بخواد. هر جا که دل خودت بخواد. من که همه جا راحتم، هیچ جایی که دست ندارم راحت تری. جهان بی تو پریشانی است، دلم نزد تو زندانی است، هوایم بی تو ابرآلود، دو چشمم بی تو بارانیست، کنارت درد هایم مرد، تو رفتی زندگی افسر، جا
جهانم از تو زیبا شد، تو رفتی عشقم پشمرد، صدایم در گلو مانده، دلم در آرزو مانده، بیا برگرد امیدم که قلبم نزد تو مانده، پریه قصه هایم باش، رفیق گریه هایم باش، تنم جانم دلم عمرم، تمام لحظه هایم باش، پری قصه هایم باش، رفیق گریه هایم باش، تنم جانم دلم عمرم، تمام لحظه هایم باش. پریشانیست، دلم نزد تو زندانیست، هوایم بی تو ابرآلود، دو چشمم بی تو بارانیست، کنارت دردهایم بود، تو رفتی زندگی افسرد، جهانم از تو زیبا شد، تو رفتی عشقم پژمرد، صدایم در گلو مانده، دلم در آرزو مانده، بیا برگرد امیدم که قلبم نزد تو مانده، پری قصه هایم باش، رفیق گریه هایم باش، تنم جانم دلم عمرم، تمام لحظه هایم باش، پری قصه هایم باش، رفیق گریه هایم باش، تنم جانم دلم عمرم، تمام لحظه هایم باش.